بزرگترین سکتورهای اقتصادی اونجا، خب اول یعنی بازده اقتصادی، از نظر بازده اقتصادی بزرگترین بازده اقتصادی مال تولیدات کارخانه ایه. خب دلیل داره، مثلا ما یه دونه سابرب داره بولونگاگ به نام اسمش یادم نیست، یه پورتیه توی جنوبه، یه بندریه توی جنوبه وولونگانگ کم اسمش یادم نیست متاسفم، بزنین یه دو نگاه کنم، دوست ندارم نگه نه این تا نگه بیل نمی کنه این. آره میدونم الان بهتون میگم سرچ میکنم. نعیم تا اینو پیدا نکنه. پورت کمبلا. آره پورت کمبلا توی یه سابرب جنوبی وولونگانگه که اونجا بزرگترین کارخونه فولاد استرالیا به نام بلو اسکوپ اونجاست که 14300 نفر هم استخدام تو کل استرالیا و نیوزلند داره و در واقع یه بندر اقتصادیه. اون خیلی تأثیر داره تو این که این تولیدات کارخانه‌ای اول شده توی در واقع وولونگانگ، رتبه اول داره از نظر بازه اقتصادی و 15.3% تقریبا مال مانیفکتچرینگ است کل بازه اقتصادی. جالب اینه که دومین بازه اقتصادی مربوط به صنعت کانستراکشن ساخت و سازه. خب ساخت و سازم خیلی اونجا محبوبه، همین افزایش قیمت خونه که حالا تو خود وولونگانگ و اینا هستم نشون از این بحث کانستراکشن داره دیگه. یعنی باز اینا برنامه هاشون کل برنامه های آردیهی در نهایت اینه که جمعیت بیشتری بکشونن و رونق بکشونن. خب نشون میده که این که کانستراکشن اونجا در واقع با 13.2% دومین بازده اقتصادی رو داره از کل بازده اقتصادی، خب نشون میده که دلیلش چیه، به خاطر همین سیاست هاست. و خب سوم هم باز در همون رابطه است، یعنی سومین اقتصادش از نظر بازده اقتصادی املاک و مستغلاته، باز همون رونق املاک توی اونجا خیلی زیاد بوده. در واقع این ستای اول هست از نظر بازده اقتصادی که ایجاد میکنن برای در واقع وولونگانگ. از نظر تعداد بیزینس ها 14140 تا تقریبا بیزینس رجیستر شده وجود داره که بیشترینش مربوط به کانستراکشن، یعنی 20% از کل لایسنس هایی که اونجا فعال و ثبت شده هستن دارن توی بخش کانستراکشن کار میکنن. حالا کانستراکشن البته شامل فقط ساخت و ساز نیست، رنوویشن، تغییر، اینا همش زیر شاخه خود کانستراکشنه. و دومین اقتصادش از نظر تعداد بیزینس ها بخش فنی، حرفه‌ای و خدمات علمیه و سوم هم املاک و مستغلاته. اینها هم با ستای اول هستن. از نظر استخدام 94000 تا تقریبا نیروی کار اونجا استخدام هست و داره کار میکنه که خب باز مثل بیشتر جاهای استرالیا بخش بهداشت و درمان اول. حالا این شرایط مثلا تا 5 سال پیش توی بیشتر استرالیا اینجوری نبود، توی دوره کووید، تا 3 سال پیش از کووید اینطوری نبود، توی دوره کووید این بخش بهداشت و درمان تو خیلی از جاها اومد بالا و اول شد. و بخش دوم از نظر تعداد بخش ادویکیشن و ترینینگ، حالا هم دانشگاه وولونگانگ خب که دانشگاه معتبر و خوبیه، همین که مراکز تیپ هم جزء این زیر شاخه حساب میشن، خب خیلی اونجا رونق دارن. و سومی هم از نظر باز تعداد باز هم کانستراکشن، یعنی صنعت ساخت و ساز هم باز تعداد زیادی افراد اونجا کار میکنن که 9% از افراد شاغل دارن توی بخش کانستراکشن ساخت و ساز کار میکنن. بخش ریتیل هم بعدیشه، باز ریتیل دلیل حضور ریتیل اینجا به خاطر همون بحث توریستیشه، چون بالاخره اونجا جای توریستیه، بیزینس های ریتیل در واقع رونق خوبی دارن. نکته جالبی هم که اینجا در مورد استخدام ها هست،
بیشتر جمعیت اینجا تو پله 1000 تا 1249 دلاری هم توی مناطق ریجینال اکثرا، حالا همشون نه ولی خب خیلی هاشون کمتر از این حد هم. یعنی بین 800 بین 800 تا 999 هم. ولی خب نشون میده که اونجا درآمد ها هم نسبتا درآمد های خوبی باید باشه، چون بالاترین پله در واقع پله 1000 تا 1249 دلاره.